در این قسمت میخوایم در مورد تنظیمات سخت افزارها صحبت بکنیم. در واقع میخوایم راجع به شناسایی و تشخیص سخت افزارها و همچنین کانفیگ کردن اونها صحبت بکنیم. توجه داشته باشید که توی دنیای لینوکس ما مثل ویندوز به معنی کلاسیک ویندوزی دیوایس درایو نداریم. ما توی لینوکس یک کرنل داریم که انتظار میره تمام کارت های شبکه مفید جهان رو بشناسه و استفاده بکنه. درایو های ما توی کرنل هستن. دو تا مفهوم اینجا داریم به نام های هات پلاگ و کولد پلاگ. هات پلاگ حالتی هستش که وقتی که کامپیوتر روشنه ما بیایم بهش یه سخت افزاری رو اضافه بکنیم، مثل USB، موس، دیسک USB، مانیتور و اینجور چیزها. در نقطه مقابلش کولد پلاگ، کامپیوتر باید سرد باشه، خاموش باشه تا ما بتونیم یه سخت افزاری رو بهش اضافه بکنیم. مثلا اگه بخوایم رم، CPU و خیلی چیزهای دیگر رو در حالتی که سیستم روشن باشه ما نمیتونیم عوضش بکنیم. ما یه مفهومی داریم به نام HAL، Hardware Abstraction Layer، یعنی لایه سخت افزار رو از اپلیکیشن جدا میکنه. ما به جای اینکه با اعداد، ارقام، کدها و دیوایس آیدی ها درگیر باشیم که در لایه زیرین سیستم عامل هستش و سخت افزار، با اسامی کار میکنیم. این وظیفه ساده سازی ساختار رو حل بر عهده داره. حالا یه سوال، این خود حلی که اینجا هستش اون دیوایس آیدی ها رو از کجا میگیره؟ دیتابیسش رو از کجا میگیره؟ یا اون لینک های سخت افزار ها رو از کجا میگیره و تبدیل میکنه، اسم میذاره روش؟ ما یه مفهومی داریم به نام UDEV، در واقع دیتابیس حل هستش. در سالهای قبل برای اینکه یه سخت افزار آپدیت بشه، تا یه سخت افزار جدید شناسایی بشه، بایستی ریستارت میشد. موقعی که ریستارت میشد کرنل سیستم عامل میومد سخت افزارهایی که به سیستم وصل شده بودن رو به صورت لینک داخل دایرکتوری دیو قرار میداد. حل میومد از اون میخوند و ارتباط رو برقرار میکرد. با گذشت زمان یه نیاز به وجود اومد. چرا همش ما ریستارت بکنیم تا سخت افزارها رو بشناسه؟ اومده یه قابلیتی اضافه کردن که اسمش رو گذاشتن UDEV. تا سخت افزارها به صورت خودکار آپدیت بشن و نیازی نداشته باشن که سیستم ریستارت بشه. اما یه نکته هستش، حل مستقیماً با نرم افزارهای ما ارتباط برقرار نمی‌کنه. این وسط یه رابط هستش. من اطلاعاتم رو میدم به دیباس. دیباس هستش که میاد با اپلیکیشن های من ارتباط برقرار میکنه. یه مثال روزمرهش اینه که وقتی که یه موس وصل میکنیم، دیباس به رابطه گرافیکی خبر میده که یه موس اضافه شد. بنابراین حل ابستراکشن میکنه، دیباس به افراد مختلف خبر میده و UDEV روش قانون اجرا میکنه. خب حالا اینا هر کدومشون یه دایرکتوری دارن. ما اول /sys رو داریم، دایرکتوری sys توی root. حالا من وارد این دایرکتوری میشم. اینجا جاییه که حل کل اطلاعاتش رو نگه میداره. من ls میگیرم ازش. همونطور که میبینید محتویاتش رو به من نشون میده. ماژول های کرنلمون داخل اینجا هستن. همه اینها رو اینجا میتونیم ببینیم. مثلا من میخوام ببینم محتویات بلاک چه چیزهایی هستن. ببینید بلاک های مختلف هارد دیسک و این چیزها رو به صورت تفکیک شده به من نشون میده. یا وارد دایرکتوری باسش میشم. ببینید تمامی باس های سیستمم رو به من نشون میده، مثل CPU، مموری، PCI، PCI Express، USB، SPI و خیلی از چیزهای دیگر رو به من نشون میده. اینجا تفاوت بین sys و UDEV مشخص میشه. یه اپلیکیشن براش مهم نیستش که اون دستگاه یا سخت افزاری که باهاش داره کار میکنه PCI باشه یا PCI Express باشه یا اسکازی باشه یا USB. مهم اینه که بتونه اون سخت افزار به عنوان مثلا هارد دیسک مشخص باشه. مثلا من USB رو باز میکنم تا محتویاتش رو ببینیم. تا
تمام دیوایس های USB که به کامپیوتر من وصلن رو نشون میده. یا مثلا دیوایس های PCI هم رو هم میتونم ببینم. میگم LS PCI. این محتویات پوشه PCI هستش. حالا اگه بخوام تجهیزات PCI که به سیستمم وصل شده اونها رو ببینم، اول وارد پوشه PCI میشم. بعد اینجا میگم LS Devices. لیست تجهیزات دیوایس های PCI رو به من نشون میده. یعنی الان هر دستگاه PCI که به سیستم لینوکس من وصل شده باشه، اینجا بر خودش یه آیدی گرفته. بحث بعدیمون در مورد /proc هستش. من وارد این پوشه میشم. ببینید هر کدوم از اینها پروسس آیدی های ما هستن. یعنی در واقع محتویات رم و CPU ما رو دارن نشون میدن. پس اینجا پروسس های ما نمایش داده میشه. محتویات پوشه proc در رمتون قرار داره. با ریستارت شدن از بین میره. محتویات این پوشه مثل محتویات سیس موقعی که بوت میشه سیستم جنریت یا ایجاد میشه. یعنی اگر ریستارت بشه تغییر بکنه این هم تغییر میکنه. مثلا من CPU info رو باز میکنم تا محتویاتش رو ببینیم. CPU info مشخصات CPU من رو به هم نمایش میده. الان توی این فایل داره میگه که CPU من مثلا اینتل هستش، کشش چقدر، مدلش چیه. همینو میتونم بگم cat mem info. مم اینفو حافظه رم رو نشون میده که میگه توتال مموریت 4 گیگ هستش که 3 گیگش الان فری هستش. میخوام برم داخل فایل سیستمم یه سری تغییرات اونجا انجام بدم، بعد بیام سیستم رو ریستارت بکنم ببینیم این تغییراتی که دادیم با ریستارت شدن سیستم از بین میره یا نه. من الان توی دایرکتوری proc هستم. میرم توی سیس تنظیمات سیستمی، LS میگیرم، میرم توی فایل سیستمم، حالا میخوام به صورت لایو تنظیمات رو عوض بکنم. توجه داشته باشید که تنظیمات کرنل یا هسته اصلی لینوکس که داره کار میکنه اینجا هستش. مثلا فایل مکس مثال خوبیه. من این فایل رو باز میکنم. میگه هر یوزری به صورت ماکسیموم میتونه 408,554 تا فایل اوپن داشته باشه. من میتونم بگم اکو کن 2,000,000 رو توی فایل مکس. حالا هر یوزری میتونه 2,000,000 تا فایل اوپن داشته باشه. یه نکته رو توجه داشته باشید. تنظیمات IP و خیلی چیزهای دیگه هم همینجا اتفاق میفته. حالا من سیستم رو ریستارت میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا با کاربر روت وارد پوشه proc میشم. میرم توی سیس و فایل سیستمم رو باز میکنم. حالا فایل مکس رو باز میکنم ببینیم تغییراتی که توش دادیم هستش یا از بین رفته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ تنظیمات برگشته به حالت اولش. چرا؟ چون گفتم که محتویات پوشه proc در رمتون قرار داره. یعنی حافظه رم فرار هستش. با ریستارت شدن سیستم تنظیماتی که انجام دادیم از بین میره. اگه با قابلیت فورواردینگ آشنایی داشته باشید یا مثلا
نت رو بشناسید، شاید این مفهوم براتون قابل فهم در باشه. ما برای اینکه بتونیم یه پکت رو بگیریم داخل سیستم عامل لینوکس و برای جای دیگه ای ارسال بکنیم، یه قابلیتی داریم به نام IP forward. این IP forward رو ما میتونیم فعالش بکنیم. به صورت پیش‌فرض فعال نیستش. حالا این کجا هستش؟ توی دایرکتوری پراک من وارد سیس میشم. ls میگیرم، وارد نت میشم. مجدداً ls میگیرم. حالا وارد IP ورژن 4 میشم. اینجا یه پارامتری داریم به نام IP forward. اجازه بدید محتویاتش رو ببینیم. میگم cat con IP underline forward. همونطور که میبینید صفره. من میتونم این رو تغییر بدم. میگم اکو کن 1 رو داخل IP forward. اینتر میکنم. میبینیم که محتویاتش 1 شدش و قابلیت فورواردینگ روی این قرار گرفته. اما اگر ریستارت بشه سیستم از بین میره. حالا من چه کار بکنم که این ریستارت شد از بین نره؟ ما داخل پوشه پراک و سیس هر تغییری که بدیم وقتی که سیستم ریستارت بشه از بین میره. ما اگه قرار هستش پیکربندی روی سیستم عامل لینوکس انجام بدیم، حتما بایستی توی یه فایل سیستم دائمی باشه. و گفتم معمولا تنظیمات ما داخل پوشه ETC هستش. من وارد ETC میشم. یه فایلی داریم برای تنظیمات شبکه‌مون استفاده میشه. من فایلم رو باز میکنم. داخلش تغییرات IP forward رو انجام میدم. CD tilde رو میزنم. برمیگردم به دایرکتوری اصلیم. حالا میگم نانو کن. /etc. اسم فایلم چی بود؟ systemcontrol.conf. این در واقع تنظیمات و پیکربندی سیستمی ما هستش. توجه داشته باشید ما اگه بخوایم یه چیزی به صورت دائمی انجام بشه، یعنی بعد از ریستارت شدن سیستم از بین نره، این فایل رو باز میکنم. ببینید من IP forward رو موقتاً 1 کردم. اگه این ریستارت بشه بیاد بالا، مجدداً 0 میشه. من برای اینکه این دائمی باشه باید این علامت number sign رو بردارم. من این علامت رو بر میدارم و فایلم رو ذخیره میکنم. حالا مجدداً دستور قبلی رو اجرا میکنم. اگه الان سیستم ما ریستارت بشه دیگه این تنظیمات از بین نمیره. ما تا اینجا دیدیم که دایرکتوری سیس رو چی کنترلش میکرد؟ حل. حالا میریم سراغ دایرکتوری دیو. دیو رو یودیو کنترل میکنه. یودیو یه سری قانون و فرمول هستش. در واقع یودیو دیتابیس حل هستش. حالا من وارد دایرکتوری دیو میشم. ls میگیرم. هر دیوایسی که کامپیوتر من الان در حال کار باهاشه یا میتونه مانتش بکنه یا ازش استفاده بکنه اینجا هستش. ماژول های رمم، فلاپی دیسکم، ویرچوال ماشینم، کنسول ها، کیبورد و مانیتور هایی که میشه وصل کرد، همه چیز هستش اینجا. و یادتون هستش که گفتم ما میتونیم به شکل شخصی توی یودیو دستور بنویسیم. یعنی میتونستم بگم که هر وقت مثلا این USB خاص وصل شد این کار رو بکن، یا هر وقت فلان هارد اکسترنال رو زدم اسمش رو بذار مثلا بکاپ و اتوماتیک شروع کن کپی کردن فایل ها داخلش. این کارها رو یودیو انجام میده. یا خیلی ساده تر بگیم اینجا یه SDA میبینید که هارد دیسک منه. اگه یه هارد دیسک دیگه به سیستم اضافه بکنم میشه STB، هارد دیسک بعدی میشه STC و همینجور الی آخر. اما STA1 و STA2 و الی تا STA5
اینها پارتیشن های من هستن که شما اینجا میبینید. اما یه نکته در مورد سیمبولیک لینک در لینوکس اسنشیالز به طور کامل صحبت کردیم. الان اینجا سیدی رام یه سیمبولیک لینک هستش. گفتم اپلیکیشن نیازی نداره بدونه که سیدی رام چی هستش. IDE ساتاه. سیدی رامت رو من میخوام بدونم. به چه دیوایس واقعی اینجا مانت شده. با سویچ LS-L من میام بالا. میام سیدی رامم رو پیدا میکنم. ببینید اینجا هستش. میبینم که سیمبولیک لینکش اینجاست که نوشته سیدی رام من در واقع SR0 هستش که داره اینجا اجرا میشه. ما میتونیم کاستومایز داشته باشیم. مثلا یه فلش مموری بزنید. این فلش مموری همیشه به یه اسم خاصی بیاد. اینو بهش میگن UDEV Rules. یادتون هستش که من گفتم ما میتونیم توی UDEV قوانین تعریف بکنیم. این الان یه روله. ما گفتیم هرچی SR0 وصل شد شما به عنوان CD-ROM به سیستم معرفی بکن. خب حالا میریم سراغ این که چجوری بفهمیم توی کامپیوترمون چه سخت افزارهایی هستش. من CD-TILDA رو میزنم. برمیگردم به دایرکتوری هومم. LS رو تا الان دیدید. فایل ها و دایرکتوری هایی که در دایرکتوری فعلی من هستن رو به من نشون میده. حالا ما چند تا LS مستقل هم داریم. من از LS-USB شروع بکنم که راحت ترم هستش. LS-USB تمام دیوایس های USB که به کامپیوتر من وصل هستن رو به من نشون میده. مثل موس. من میتونم سخت افزارهایی که روی پورت PCI هم هستن رو جدا ببینم. من LS-PCI رو وارد میکنم و اینتر رو میزنم. تمام تجهیزاتی که روی پورت PCI خوردم به این سیستم رو به من نشون میده. و اگه میخواید محتویات حل رو ببینید میتونید از LS حل استفاده بکنید. که من اینجا نصبش نکردم ندارم. لیست تجهیزاتی که حل گرفته از UDEV رو نشون میده. اما LS mod تمام ماژول هایی رو نشون میده که کرنل لودش کرده. این ماژول ها همشون توی LS mod دیده میشن. در واقع یه جور به من نشون میده که کرنل ساده لینوکس من چه چیزهایی به خودش اضافه کرده که قوی بشه. حالا من میتونم یه کنترلی روش داشته باشم. اگه بخوام یه ماژولی رو حذفش بکنم میتونم از دستور RM mod استفاده بکنم. میگم RM mod کن، اسم ماژولم رو مینویسم، مثلا ماژول فلاپی. اینتر که بزنم ماژولم حذف میشه. چی شد؟ خطا داد به من. میگه شما نمیتونید این ماژول رو حذفش بکنید. چرا؟ به دلیل اینکه من با کاربر معمولی نمیتونم این رو حذف بکنم. بایستی با کاربر روت بیام بالا. حالا با کاربر روت میام بالا و مجددا دستور رو تکرار میکنم. این بار دیگه خطا نداد. ماژولم رو حذفش کرد. خب حالا میخوام لودش بکنم. یه دستوری هستش به نام modprop. من این دستور رو وارد میکنم و اسم ماژولم رو مینویسم.